نیوزبلاد بلژیک. اسدی در سفارت رژیم در وین شبکه‌ای از جاسوسان و خبرچین‌ها را اداره می‌کرد. دادستان فدرال بلژیک وزارت اطلاعات رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. در محاکمه تروریسم بر سر حمله شکست خورده در فرانسه در سال 2018 در دادگاه جنایی آنفر 4 متهم به جرم اقدام به عملیات تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی محاکمه شدند. آنها قصد داشتند به گرد همایی جنبش مقاومت ایران مجاهدین خلق در ویلپند در حومه پاریس حمله کنند. آنها برای اسدالله اسدی دیپلمات سفارت رژیم ایران در وین کار کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها او از اعضای وزارت اطلاعات رژیم ایران است که علیه گروه‌های مخالف در داخل و خارج از کشور اقدام می‌کند. دادستان فدرال وزارت اطلاعات رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. اسدی در سفارت رژیم در وین شبکه‌ای از جاسوسان و خبرچین‌ها را اداره می‌کرد. به گفته دادستان فدرال، اسدی بمب را در چمدان دیپلماتیک خود با هواپیما از تهران حمل کرده بود. او مواد منفجره را چند روز قبل در لوکسانبورگ به تروریست‌ها تحویل داده بود. هفته گذشته برای اسدی 20 سال، برای امیر سعدونی و نسیمه نامی که اجرای عملیات را بر عهده داشتند، هر یک 18 سال و برای مهرداد عارفانی که در گرد همایی مجاهدین حضور داشت، 15 سال زندان درخواست شده است. اسدی از هر گونه اظهار نظر خودداری کرد و به سادگی واقعیت‌ها را انکار نمود. وکیل او روی مسئولیت دیپلماتیک اتکا می‌کند. اما به گفته وکلا، این حقوق ویژه دیپلماتیک در اینجا مصداق ندارد.